مهاجران افغانستانی، موضوع مورد مناقشه در شبکه‌های اجتماعی. برخی خواهان خروج مهاجران از ایرانند و هشتک اخراج می‌زنند و برخی دیگر گروه اول و اقداماتشان را نجات پرستانه خطاب می‌کنند. یکی از موضوعات دعوا درباره مهاجران مسائل اقتصادی است. یک پژوهش که به تازگی در مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور تهیه شده، آثار اقتصادی حضور مهاجران را بررسی کرده و از منافع حضور آنها برای بخش خصوصی گفته است. در بخشی از این پژوهش گفته شده که تنش داخلی، بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی باعث سوق دادن بسیاری از افغان‌ها به ایران شده. این گزارش فارغ از آمارهای رسمی که گفته اتباع 5 میلیون یا 8 میلیون هستند، فرض را بر حضور 10 تا 10.5 میلیون افغانستانی در داخل کشور گذاشته. نویسنده این پژوهش با احتساب جمعیت 90 میلیون نفری، سهم هر نفر در دریافت یارانه را 8 میلیون و 423 هزار تومان در نظر گرفته است. با در نظر گرفتن جمعیت 10.5 میلیون افغانستانی، مدعی شده که 88.5 همت یارانه به این اتباع در سال داده می شود. در کنار یارانه نان و یارانه تحصیل برای جمعیت 600 هزار نفری دانش آموزان افغانستانی، به طور کلی این پژوهش مدعی شده که مثلا در سال 1403 دست کم 100 همت یارانه به اتباع اختصاص پیدا کرده. در بخش دیگری از این پژوهش به تبعات حضور افغانستانی ها در بازار کار ایران اشاره می شود. کارفرمای ایرانی عمدتاً به مهاجران دستمزد پایین تری می دهد و آنها را بیمه نمی کند. همین موضوع به زعم نویسنده باعث شده تا دستمزدها پایین تر بیاید و درآمدهای بیمه ای سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کند. در بخش دیگری از این پژوهش هم تاکید شده که خروج افغان ها در ایران می تواند سبب کمبود نیروی کار، افزایش هزینه ها و کاهش تولید شود. نویسنده مدعی است که بر اساس تمام این توضیحات، برنده حضور مهاجران در ایران بخش خصوصی است و بازنده اصلی دولت است. نویسنده در پایان به خروج افغان‌ها از ایران و جایگزین شدن نیروی کار ایرانی با درآمد کم مشکوک است. آیا بیکار ایرانی راضی به حقوق 10 میلیون تومانی است؟ اگر باشد، این یعنی خارج نشدن چند صد میلیون دلار از ایران، موضوعی که باید زمان، واقعیت یا خلاف آن را روشن کند.